تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام عرض میکنم حضور شما و همگی هموطنان عزیز خود. خدمت شما عرض کنم که من دلیل بسیار عمده و محوری که باعث شد که من خود کاندید بکنم اونمو اهمیت چند جانبه و تاثیرگذار خود پارلمان است که در میتونیم گفته که در تمام نظام یعنی مسلط هست و تاثیرگذار هست. در پهلوی عظیم میفهمیم که در بین سه قوه، قوه مقننه اینا علاوه به این که قوانین یعنی قانون گذار هستن در تصویب قوانین نقش بسیار مهم دارن و مسئولیتشون هسته، در تعیین وزرا یعنی در تعیین قوه اجرایی کشور، در تعیین رئیسای مستقل اینا هم نقش بسیار مهم دارن. و در پهلوی عظیم خودش یعنی امی انتخابات پارلمانی معنایش امی هست که اینا امتحان میگیرن از کسایی که قبلا در پارلمان بودن و همچنان ورود انرژی و ظرفیت های تازه در داخل پارلمان. شما با چی برنامه های وارد کارزارهای انتخاباتی شدید و چگونه مردم را راضی میسازین که بیاین پای صندوق های رای و به شما رای بدن؟ یک موزل بسیار کنانی هم که ما کسایی که برای اولین بار خور کندید کردیم امی هست که ما در وقت داخل از این میدان انتخابات شدیم، کارزار مبارزات شدیم که بیباوری مردم نسبت به پارلمان، نسبت به نمایندگان قبلی بسیار زیاد بود و ما در این قسمت هزینه گذاشتیم و تمام وقت ما صرف از این شد که ما بتانیم یک باورمندی ایجاد بکنیم و نقش بسیار مهمی که در سرنوشتشان مردم. بسیار خوب، برنامه های شما چی است؟ برنامه ما در قدم اول اگر انشاءالله و تعالی با کمک خدای بزرگ و مردم زادگاه دوست داشتنیم که هرات است، اگر من با پارلمان را پیدا بکنم اولین کار من این هست که تلاش خود میکنیم که در ترکیب هیئت رئیسه باید در اون قسمت اشخاص مدبر و با یعنی مدیر بسیار خبر ما تعیین بکنیم که این میتونن که نقش بسیار مهم محوری در داخله. و همچنان در انتخاب وزیرا ما باید تلاش بکنیم که شایسته سالاری ارجحیت بدیم به اساس تخصصشان به اونا بدون از اینکه با رأی مردم معامله بکنیم اونا رو باید. بسیار خب، شما حاضر هستین که اگر راه یافتید به مجلس رأی شما علنی باشد تا مردم بدانن که سرایای سبرنگ با کدام وزیر رای داد؟ من فکر میکنم به اساس او مربوط به طرز عملهای داخلی خود کار داخل پارلمان است که اگر در او تغییرات بره، ولی ما باور ما بیه است که در چون خود انتخابات، ولی اگر یک گروه تصمیم بگیره میشه که خب طرز عملهای داخلی یا وظایف یا بلی. اصول وظایف داخلی مجلس تغییر شه. اگر این بحث بیه است یکی که این امی تا حال یعنی بیشتر تاکید همگی است به اساس که خود انتخابات یک رکن اساسی دموکراسی هست، باید یعنی رای باید سری باشه، ولی در مواقعی که اگر اکثریت به این فیصله میرسن و بیشتر منافع ملی مطرح باشه به اون صورت ما هم میتونیم که یعنی جزم تابعه کل میتونیم. از بخش اصلاحات شما نام بردین که گماشتن افراد شایسته و خوب در هیئت اداری مجلس باشه، اصلاحات دیگری که در درون مجلس نیاز است که باید آورده شود و شما در برنامه‌هایتان دارین و به خاطر تغییر چهره مجلس در آینده یا برچسبه بسیار بدی که زده شده بر مجلس که برخی از نماینده‌ها کمیشنکاری کارهای دیگری را انجام میتن و دروازه‌های وزیرا رفتن با اینا، شما موافق هستین یا چی اصلاحاتی را شما می‌دارین؟ من شخص خودم تمام تلاش خود میکنم که بتونم یک نماینده خوب باشم، نماینده باشم که مردم به او باور بکنن و من بتونم تمام خواسته و مطالبات مردم به او برسونم. خب یک نماینده خوب یعنی چی؟ نماینده خوب کی است؟ نماینده خوب اون نماینده هست که یکی که منافع ملی ارجحیت بده نسبت به منافع شخصی خود یک، و مسئله دوم که شأن و منزلت پارلمان در سطح ملی و بین المللی بالا ببره که با کمال تأسف تا امروز نعمی بیشتر. کمپاین های شما چی تفاوتی با دیگر نامزدها داره؟ کمپاین های ما فکر میکنم امی فعلا امی مبارزات انتخاباتی فعلا بسیار نابرابر هست. چی تفاوت داره کمپاین شما؟ تفاوت به این داره که اول از اینکه من عهد و پیمان با خدای خود دارم و با مردم خود که من چقدر یک رای نمیخرم. چقدر هزینه کردین برای کمپاینات و فعلا و چقدر هزینه خواهد؟ من فقط یک زمین داشتم، یک زمین خود فروختم به 42,000 و امروز تا امروز من 18,000 شه مصرف کردم. 42,000 دلار در نظر گرفتیم که مصرف کمپاین ها شده؟ نه، ولی اجازه نداریم، فقط تا 40,000 اجازه. تا 40,000 دارایی شما چقدر است؟ من دارایی من این زمینی داشتم که فروختم، یک خانه شخصی دیگه دارم، یک کمی خود میفهمم ایراتیات طلا دارم،
طلا و جواهرات اینا دارم، یک خانم به کابل دارم. ممنون خانم سریا صبرنگ.